با سلام، با یه موضوع دیگه در خدمت شما دوستان هستیم و امروز قراره که ترمیم IC پاور دستگاه A50 رو انجام بدیم و این رو به شما عزیزان نمایش بدیم که چطور باید انجام شه. قبل از اینکه شروع کنم یه مقدار در مورد ایبیابیش صحبت کنیم. ببینید، برای پیدا کردن مشکلتون باید از منبع تغذیه استفاده کنید و منبع تغذیه میزان جریان کشی دستگاه رو به شما نشون میده و طبق ایبیابی که انجام میدید میتونید متوجه بشید که چه IC دچار آسیب شده و شما IC مورد نظر رو باید پیدا کنید و بتونید اون IC رو درست از مدار خارج کنید و درست هم متصل کنید. موضوعی که اینجا وجود داره، ما IC پاورمون که همون IC تغذیه دستگاه A50 هستش دچار نقص شده که ما نمیدونیم که باید تعویض بشه یا به نوعی شاید ترمیم کردن جواب بده. تو مرحله قبل از تعویض یکی از اون مراحل ها شابلون کردن این IC یا همون ریبال کردن این IC هستش و من قراره که اینو براتون انجام بدم و لحظه به لحظه اون نکاتی که خیلی مهم هستش رو بهتون بگم و بعد از اینکه این کار انجام شد و پایه‌های جدید رو ما انجام دادیم و جواب نگرفتیم باید IC رو تعویض کنیم. منتها حالا شما با 90% این موضوع جواب میگیرید، چون که ریبال کردن پایه‌های قبلی رو کامل از بین میبره و پایه‌های جدید رو به IC‌مون متصل میکنه که 60-70% بیشتر از خرابی از خود پایه ها حالا بر اثر جرم رسوب، ضربه، قلمردگی و موردهای دیگه اتفاق میفته. خب میریم این شابلون رو با هم دیگه انجام بدیم و بعد میریم سر وقت این که کامل بتونید کاری که انجام میدم و ببینید. خب میریم برای شروع کار. تو مرحله اول یه مقدار اطراف IC مورد نظرمون رو تمیز میکنیم و جرم و رسوب هایی که در اطراف IC وجود داره رو کامل از بین میبریم تا بتونیم IC رو درست از مدار خودش خارج کنیم. حالا مقداری خمیر فلکسی به اطراف IC وارد میکنیم و این خمیر باعث میشه که به پایه های زیر IC‌مون نفوذ کنه و خیلی راحت و سریع بتونیم این IC رو از مدار خودمون جدا کنیم و باعث بشه که IC‌مون آسیبی نبینه. حالا دما و بادی که باید تنظیم کنید به طور میانگین خب بستگی به توان هیترتون داره، اما حالا خیلی ها این سوال رو پرسیدن و ما بهتون میگیم که میتونید دماتون رو 400-430 تنظیم کنید و باد هیترتون هم روی 30-40. خب ما روی 30 میذاریم و دمای 400 درجه و شروع به حرارت دادن و جدا کردن IC‌مون میشه. ببینید، من با پنس آماده هستم که زمانی که این حرارت باعث شد که IC من آماده بشه برای جدا شدن، IC رو سریع خارج کنم. خب میریم برای حرارت دادن. همینطور که میبینید خمیر فلکسی به تمام نقاط IC میرسه و باعث میشه که IC آماده بشه برای جدا شدن. و IC رو درست جدا میکنه. این از IC ما که همینطور که میبینید خیلی سریع جدا شد و موضوع بعد پایه هایی که اینجا مشاهده میکنید و پایه هایی که باید تمیز بشن برای اینکه بخوایم IC جدید رو یا بخوایم همون IC رو متصل کنیم. به هر حال این پایه‌هایی که روی بورد وجود داره کامل باید از بین بره تا پایه‌های جدید جایگزینش بشن و باعث اتصال نشه. خب توی این مرحله مقداری خمیر فلکسی به پایه‌های خود IC‌مون وارد می‌کنیم. پایه‌های روی بورد و حالا میریم سمت غلکش که بتونیم این غل رو کامل از بین ببریم. نکته ای که اینجا وجود داره، باید تسلط کافی رو روی کار با بورد داشته باشید که باعث از بین رفتن قطعات اطرافش نباشید.
خب همینطور که میبینید من به پایه ها حرارت میدم تا زمانی که این پایه ها تبدیل به غل شن و غل به صورت مایع در بیاد تا من بتونم خیلی راحت و ساده همینطور که میبینید با غل پیش جمع شد. خب حالا یه مقدار بعد از اینکه پایه های روی بردمون رو تمیز کردیم به تمیز کردن با تینر مسواک میپردازیم و کامل پایه های روی بردمون رو تمیز کنیم. همینطور که مشاهده میکنید ما پایه های روی برد رو کامل تمیز کردیم و هیچ اتصالی وجود نداره و باید بریم سمت IC و کار روی IC رو انجام بدیم و بعد از پایان کار میریم سر وقت اتصال IC به برد. خب توی این مرحله که میریم سر IC و قراره که روی IC مون یه سری کار رو انجام بدیم و بعد بریم برای نصبش. همینطور که بهتون گفتم برای نصبش شما میتونید کامل این پایه هایی که حالا آسیب دیدن یا حالا به نوعی ممکنه که غل مردگی داشته باشن رو مقداری خمیر فلکسی بهش اضافه میکنید و کامل این پایه ها رو با خوبی از بین میبرید برای اینکه بخواید پایه جدید بهش اضافه کنید. خب خمیر فلکسی و بعد میریم سر وقت هویه. حتما هویتون رو تمیز کنید به طوری که هیچ غلی رو نوک هویتون نباشه. میریم سر وقت از بین بردن پایه‌های قبلیش و نکته‌ای که اینجا هم وجود داره اینه که من به هیچ عنوان از نوک هویم استفاده نمی‌کنم. میریم برای ریبال کردن و زدن پایه های جدید به این IC. همینطور که میبینید حتی ما اینو از بغل هم که بهتون نشون میدیم دقت کنید که هیچ پایه ما نمیبینیم که از خود IC خارج شده باشه که بعد از ریبال این موضوع رو حتما بررسی میکنیم. ما میبینیم سر وقت شابلون کردن. حالا ممکنه که شما نتونید شابلون خودتون رو داشته باشید اما میتونید از شابلون های مشابه هم استفاده کنید برای شابلون کردن IC. خب با هم یه بررسی کنیم ببینیم که آیا این IC با این شابلونی که ما انتخاب کردیم همخوانی داره یا حالا به نوعی میتونیم تمام پایه‌هاش رو توش ریبال کنیم یا خیر. شابلون رو درست رو پایه های مورد نظر قرار میدیم. خب بعد از اینکه شابلونتون رو درست رو پایه های IC قرار دادید دو طرفش رو یه مقدار میتونید با پنس یا حالا فشار پنس نگه دارید و خمیر غل رو به پایه ها اضافه کنید. میریم برای زدن خمیر به این پایه ها. حالا خمیرهای اضافه رو از بین میبریم و میریم سر وقت پایه‌سازی IC‌مون. یه مقدار باد دستگاهمون رو کمتر میکنیم که این پایه‌سازی درست شکل بگیره و به این صورت حرارت بدیم. خب حالا قشنگ تمیزش میکنیم و IC‌مون که به شابلون نچسبه. دوباره IC‌مون رو بعد از اینکه از شابلون جدا کردیم تمیز میکنیم. یه مقدار دیگه این پایه ها رو میتونیم بعد از شابلونمون ترمیمش کنیم و مقداری خمیر فلکسی برای ترمیم کردن باز نیاز هستش و این خمیر رو به خود IC میزنم و با همون دما و باد شروع میکنم به حرارت دادن به خود پایه های IC. یه مقدار دیگه صبر میکنم
که سرچه پایا و این پایا دیگه قشنگ رو پایای اتصال دهنده خودشون قرار گرفتن و ما پایه‌های جدید به خود آیسیمون وارد کردیم. همینطور که می‌بینید این پایه سازی به درستی شکل گرفت و هیچ اتصالی اینجا وجود نداره. توی این مرحله برد رو به همون صورت قرار میدیم. چرا؟ چون با همون دایره جهت‌نمای قبلی باید به همون صورت آیسی رو متصل کنیم تا اتصالی اینجا ایجاد نشه و حتما قبل از اینکه آیسی رو جدا کنید به دایره جهت‌نمای آیسی توجه کنید. ما یک نشونه اینجا داریم برای اینکه بخواید آیسیتون رو درست تنظیم کنید رو پایه های خودش و این نشونه اینجا وجود داره که شما الان اینجا دارید مشاهده میکنید. یکی اینجاست و یکی هم اینجا وجود داره که شما بتونید آیسیتون رو بدون اینکه پایه های آیسیتون رو ببینید تنظیم کنید. خب برای این نصب مقداری خمیر فلکسی نیاز هستش و مقداری خمیر به پایه های روی بردمون و این خمیر رو اینجا روی تمام این پایه ها پخش کنیم و بعد میریم سر وقت اینکه آیسی رو درست روی پایه های خودش با همون دایره جهت‌نمای قبلیش قرار بدیم. خب ببینید دوستان، اینجا برای نصب شما چندین روش رو میتونید اجرا کنید. یکی از این روش هایی که من میتونم بهتون بگم که ساده است و به طوری که همه دارن انجام میدن به این صورت هستش که شخصی که داره نصب میکنه میتونه با پنسش دو سمت آیسی رو نگه داره، زمانی که آیسی چسبید شروع کنه به حرارت دادن و یا میتونه با باد کم شروع کنه به چندین پایه رو بچسبونه و با باد بیشتر بخواد خود آیسی رو متصل کنه. پس ما اینجا در کل دو مرحله رو میتونیم انجام بدیم که آیسیمون رو درست متصل کنیم. ما یکی از این دو تا رو انتخاب میکنیم که ما الان میریم سر وقت اینکه آیسی رو نگه داریم و حرارت میتونیم اینجا بادمون رو بیشتر کنیم، چون این تعادل رو ما خودمون قراره که ایجاد کنیم برای آیسی و بادمون رو روی همون 30 یا 40 میذاریم. آیسیمون رو با پنس قشنگ تنظیم میکنیم و میریم سراغ حرارت دادنش. بعد از اینکه این حرارت تموم شد چند ثانیه صبر میکنیم برای اینکه این آیسیمون یه مقدار سرد شه و میتونیم الان پنسمون رو با خیال راحت برداریم و الان دیگه ضربه‌ای که من وارد میکنم توجه کنید که این آیسی با ضربه من هم اتفاقی براش نمیفته و شروع میکنم به حرارت دادن به خود آیسی که آیسی رو پایه های خودش بشینه. بعد تمام. بعد از اینکه کار ما به پایان رسید کامل آیسی مورد نظر خودمون رو و اطرافش رو که خمیر فلکسی وجود داره تمیز میکنم. خب این تعویض آیسی پاور به درستی انجام شد. همینطور که میبینید ما دقیقا این آیسی رو به همون صورت متصل کردیم و این اتصال درست انجام شد و اون نیم مثلث هایی که وجود داره و حتی میبینید که قشنگ این آیسی رو تونستیم روی پایه های برد قرار بدیم. خب تا اینجا یک کار که انجام شد مرحله‌ای وجود داره به عنوان اینکه شما بخواید کارتون رو تست بگیرید و میتونید اینجا از منبع تغذیه استفاده کنید که متوجه بشید آیا پایه های آیسی خورده نظرتون اتصال کرده یا جواب رو برای این دستگاه گرفتین یا خیر. ما توی این مرحله قصد داشتیم که ریبال کردن رو به شما آموزش بدیم و امیدوارم که از این ویدیو به اندازه کافی استفاده کرده باشید از هر مرحلهش و بتونید توی کارتون در مرحله تعویض آیسی این کار رو انجام بدید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید.